درود و وقت بخیر خدمت تمامی شما ایرانیان عزیز در سر تا سر دنیا. با یکی دیگه از مجموع برنامه پرژن میوزیک اوارد در خدمت شما خوبان هستیم. امروز یک مهمان بسیار دوست داشتنی و حرفه‌ای جناب حسین پرنیان، آهنگساز و نوازنده ساز زیبا و خوش صدای سنتور هستن، از تهران باشون ارتباط رو برقرار کردیم. جناب پرنیان خیلی خوش اومدید به برنامه پرژن میوزیک اوارد، در خدمتون هستیم. خواهش میکنم، خیلی عرض ادب دارم، درود دارم خدمت شما، همکاران محترم و همه عزیزانی که این برنامه رو مشاهده میکنن و میبینن. از این لحظه در خدمت شما هستم. خواهش میکنم جناب پرنیان، حالا احیانا برای بینندگانی که آشنایی نداشته باشن با فعالیت های شما و چهرتون، اگر خودتون رو کلن معرفی بفرمایید، چند سالتون هست، تحصیلاتتون رو، یه گپ و گفت ابتدایی با خودتون آشنا بشیم تا بریم انشالله سراغ سوالای بعدی. خواهش میکنم، من به اصطلاح حسین پرنیا هستم، متولد 1 بهمن 1350 و به هر حال از بچگی علاقه داشتم، به اصطلاح حوالی 12-13 سالگی بود که به موسیقی ایران علاقه‌مند بودم، ولی یه نواختن ساز سنتور رو آغاز کردم و در تقریباً 16-17 سالگی به طور جدی موسیقی رو انتخاب کردم برای علاقم و ادامه به اصطلاح بودنم در زندگی، و به یه عبارتی با موسیقی من زیستم تا به امروز که خب سال 1373 خورشیدی من گروه موسیقی همایون رو تشکیل دادم با تنی چند از استادان و هنرمندان به نام سرزمینمون ایران، و هدفم هم از تشکیل این گروه این بود که بپردازم به موسیقی ایرانی، و به اصطلاح روی کردم و دیدگاهم هم نسبت به موسیقی سنتی نبود، بلکه به وسیله آواهای ایرانی و نغماتی که از گذشته به ما رسیده در قالب موسیقی نغمی دستگاهی بتونم به وسیله سازهای ایرانی به شعر معاصر، به زمان معاصر خودمون و به حرف زمان خودمون بپردازم. و از اولین اثرم که تحریر خیال بود که بعداً به اصطلاح در تکثیرهای بعدیش نام خانه بوی گل گرفت رو من روانه بازار کردم، که به اصطلاح روی کرده من در این اثر این بود که شعر معاصر، شاعران معاصر ما، چون شیون فومنی، چون جناب علی آذرشاهی متخلص به آتش، رأی معیری، به اصطلاح روی این اشعار کار کردم و یک به اصطلاح نگاه دیگه‌ای به مقوله تصنیف سازی داشتم، چون در دهه 70 عموما موسیقی ایرانی میرفت به سوی یا رفته بود به سوی موسیقی عرفانی، و به اصطلاح یه مقداری از فضاهای جامعه خودش که با مردم سخن بگه، نمیگم دور، بلکه در یک ملغمه تکرار خود گرفتار بود. من همیشه دوست داشتم که نگاهم به زندگی امروز باشه، چون در میان مردم امروز زندگی میکنم و همین نغمات، حالا ساز، امروز ساز سنتور در دست من هست. به نظر من سازها یا بهانه هستن یا وسیله هستن. اگه بهانه باشن که خب بهانه ایست برای واگویه کردن فکر ما یا بیان کردن فکر ما، و اگر بخوام که در این زمینه مثلا میگم وسیله ایست، اون وسیله هم باز بیان نیست برای فکر یک هنرمند که بتونه با جامعهش در سخن باشه. بسیار عالی. جناب پرنیان، همونجوری که خودتون فرمودید، یه نگرش جدیدی رو شما در موسیقی ایرانی دنبال کردید که فراتر از این بود که موسیقی گوشه های ایرانی رو بخواید در واقع باز تکرار بکنید
و بخواین دوباره روی اونها سحر بذارید. اونجوری که من برداشت کردم و مطالعه کردم کارهای شما رو، بیشتر سبک تفکر در موسیقی رو سعی کردید موسیقی رو بسازید که جدا از اون قالب های گوشه های موسیقی ایرانی، یه جوری انگار مخاطب رو به فکر وادار بکنه، در واقع انگار خلق فکر بکنه یا یه نگرش جدیدی رو ایجاد بکنه. میخوام یه ذره توی این مقوله برای اون صحبت کنید، چون به نظرم دوستان و بینندگان میتونه یک در واقع یک باب جدیدی باشه در موسیقی ایرانی ما، که شما این قسمت نگرش رو در موسیقی روش بیشتر پافشاری کردید. و اصلا این اصلا از کجا شکل گرفت این هدفی رو که شما دنبال کردید و چی شد این جرقه در واقع برای شما ایجاد شد؟ ببینید، ما فرزند زمان خودیم، یعنی اگر خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم و اون نگاه های فیلسوفان گذشته رو نداشته باشیم که زندانی زمان خودیم یا در زندان زمان خودیم، من اگر بخوام که از اون عبور کنم، میگم ما فرزند زمان خودیم و بودن در زمان خود رو باید تجربه کنیم. لاجرم غم‌های مردم، شادی‌های مردم، رنج‌های مردم و تمام این چیزهایی که در دور اطراف ما هست محیط ذهن من شد. خب من محصول به اصطلاح دورانی بودم که با یک جریانی که بهش گفتن انقلاب، انقلابی شد و یه دگرگونی به اصطلاح به وجود اومد. در این دگرگونی ما خیلی از به اصطلاح اون آرامش هایی که در زندگی بود رو از دست دادیم. بلا فاصله یکی دو سال بعد از انقلاب خب مصادف شد با یه جنگ که یه جنگ خانمانسوز بود. خب من هم در به اصطلاح چهارراه این جنگ بودیم، یعنی در درب ورودی خوزستان شهر اندیمش اونجا بودم و خب از ابتدای جنگ که روز نخستین جنگ بود، به اصطلاح از بمبارونی که از اون پایگاه چهارم شکاری که بین دسپول و اندیمش بود آغاز شد، خب من رنجهای مردم، دادها و فریادهای مردم، آوارگیهای مردم و به اصطلاح خانه به دوشیشون رو 8 سال تمام من در حال تماشا کردن بودم، که البته خود من هم در اون مصیبت بودم. خب بعد از جنگ ما تقریبا میشه گفت که وقتی که گرایش من، یعنی سال به اصطلاح 68 دیگه یه مقداری مملکت میرفت به سوی آرام شدن و زندگی برگرده به مردم، خب من میدیدم، یعنی در درون خودم وقتی من ساز میزدم، اگه استاد به ما مثلا فلان گوشه رو درس میداد، واقعا من در قالب اینها نمیگنجیدم، یعنی اصلا من نقد داشتم به استاد، میگفتم خب حالا اینا رو ما زدیم، اینا برای آموزش خیلی خوبه، برای دانشگاه خیلی خوبه، یعنی ما میتونیم دستگاه ها رو یاد بگیریم برای آموزش. خب حالا بعد از آموزش ما چی؟ شما بعد از آموزش هم باز کنسرت ها همین رویه رو، همین ایده ها رو شما دارید اونجا پیاده میکنید. یعنی به اصطلاح منی که دارم موسیقی ایران رو میشنوم، موسیقی ایران خلاصه شده است در همین گوشه ها، یعنی اگه آهنگسازی میشه باز از درون همین گوشه هاست، اگه چهارمضرابی یا یه قطعه، حالا اون اصطلاح من میگم چهارمضراب به خاطر اینکه فرم های موسیقی ما بر اساس همین 5 تاست، یعنی یک مقدمه است، پیش درآمد هست، به اصطلاح آواز هست، رنگ هست، تصنیف هست و فرمی به نام چارمز رو. خب این هم باز همین داره، همین دایره تکرار رو داره چیز میکنه. خب استاد جواب قانع کننده، یا استادایی که ما در خدمتشون بودیم جواب قانع کننده ای نمیدادن، تا اینکه برحال من به این فکر افتادم که مثلا مثل یک متفکری مثل استاد فرامرز پایور، که خب نگاه عالمانه تری به موسیقی داشتن، نگاه گیراتری به موسیقی داشتن، از این حیث که استاد پایور اصلا فرم تنظیم رو در موسیقی ایرانی او پیاده کرد، یعنی ما از سرآغازش رو از اینجا داریم، چون منهای این بخوایم نگاه کنیم ارکسترای ما همه به صلاح ارکسترهایی بود که همه قطعه رو بالا با محدوده سازهای خودشون اجرا می‌کردن.
خب ما داشتیم، ما کارهای زیبای استاد پرویز مشکاتیان هم داریم که همین تجسید است و خیلی زیبا، ولی غنای ملودی اینجا اینقدر زیاده، غنای موسیقی اینقدر زیاده که شما احساس نمی کنید. این نیاز به یک تنظیم داره، نیاز به یک رنگامیزی داره، یا به اصطلاح هارمونی داره. و به اصطلاح موسیقی ایرانی شاید اصلا این هارمونی پذیر نیست. لاجرم من اومدم دیدم که نمیشه ما بیایم همین به اصطلاح هارمونی که میشناسیم اینو وارد موسیقی ایران کنیم. و واقعا اینکه چند کارم من انجام دادم، دیدم که به زیبا نمیشه، یعنی گویی که اصلا همخونی با این موسیقی نداره و این موسیقی یک چیز دیگه، یک درون مایه دیگه ای داره. من وقتی که خوب به این گوشه ها، متر گوشه ها توجه کردم، دیدم که انگار که اینها دارن از درون یک جامعه ای که هم تاریخ برش گذشته، هم نقطه جغرافیای ایران رو داره به رخ من میکشه، اینو دارن یک زمزمه هایی با ما میکنن و ما باید کشف کنیم در درون ردیف که این زمزمه ها کجاست و این نقاط مشترکی که بین به اصطلاح این تفکری که به اصطلاح در ردیف هست. یعنی من حتی ردیف رو امروز با دوستان هنرجویی که میان کار میکنم بهشون میگم، میگم شما فکر ردیف رو باید بیاموزید، نه جسم ردیف رو. فکر ردیف هست، جسم ردیف همین گوشه هاییست که شما باید برید بالا بیاید پایین. فکر ردیف هست که شما میتونید از این ردیف به عنوان یک ماده خام استفاده کنید برای بیان تفکرتون. این ابتدای قضیه بود. اما من وقتی که نگاه کردم دیدم که شعرهایی که، یعنی کلامهایی که، حالا چه کلام متأخرین ما یا معاصرین ما، این کلام بیشتر قربانیه به اصطلاح موسیقی هایی میشه که متر معلوم و متر مشخص نداره. حالا براتون توضیح میدم. مثلا من میدم که یک کلام داره استفاده میشه، این کلام از حزن و اندوه داره سخن میگه، این در یک قالب ریتمی اومده که این ریتم بسیار نشاط انگیز هست، و یا ملودی رو که با خودش هم میکنه، این ملودی خیلی امیدبخش هست. من میدم اینا همخونی نداره و این یک نقطه آغازی بود که بعدها ما دیدیم بعضی از موسیقیدان‌ها بهش پرداختن به نام تلفیق شعر و موسیقی. حالا شاید این اطلاق درستی نبود از دید من. بهتر بود که به اصطلاح ما بگیم معنی و مفهوم کلام باید در موسیقی جاری بشه. یعنی به جای اینکه تلفیق کنیم این دوتا، بله تلفیق میشه. گاهی شما ما میدیدیم که آثاری در همین تلویزیون به اصطلاح مربوط ساخته میشه، قاعدتا ریتم درسته و قالب درسته و شعر هم درست خونده شده، اما رمق نداره. چرا رمق نداره؟ به خاطر اینکه اون معنا و اون مفهومی که باید آهنگساز از درون مایه این کلام بیرون بکشه، متاسفانه قربانی به اصطلاح تخصص و تکنیک شده. و من آهنگسازی رو میدیدم که اینا اصلا درکی از واقعا کلام ندارن و مفهوم کلام رو. حتی من در یک دوره وقتی که با شورای وقت تلویزیون به دوستانی که حالا در حوزه ادبیات بودن و موسیقی یک نشستی، چند نشست داشتیم، من اونجا این مثال رو براشون زدم که گریه کردن یک احساس انسانه، اما این گریه کردن در کجا؟ وقتی که در یک کلام میاد، یک کسی از شوق گریه میکنه، یک کسی از غم گریه میکنه، یک کسی از رنج گریه میکنه، یک کسی از دست دادن چیزی، کسی گریه میکنه، همه اینا گریه کردنه. اما اینا وقتی در قالب موسیقی بود مفاهیمشون فرق میکنه. به کسی که از شوق گریه میکنه، این موسیقیش هم باید کمک کنه. پس من این نگاه رو به موسیقی ایران داشتم، نگاهی که سالها موسیقی ایرانی از این هیچ ضربه خورد و متاسفانه نتونست با مخاطب خودش ارتباط درستی رو برقرار کنه. این از دید من، از نظر من این بود که کلام قربانی به اصطلاح تخصص در هنر میشد و کسی به معنی و مفهوم و متر و یعنی پیامی که این شعر باید بده رو در موسیقی بهش توجه. من این توجه رو کردم. و در نقطه پایانی که جواب پرسش شما رو، پاسخ پرسش شما رو داده باشم، این بود که من به یه نکته دیگه هم توجه کردم در موسیقی، که لزوماً موسیقی مهم نیست حالا در کجای دنیا زندگی میکنیم. حالا چون ما ایران هستیم میگیم ایران، در موسیقی ایران
ما هیچ نگاهی نداشتیم برای اینکه موسیقی بی کلام ما دارای بار معنایی و مفهومی باشه. یعنی ما بیاییم که یک واقعه رو یا یک به اصطلاح منظومه ادبی رو به زبان موسیقی بیان کنیم یا یک رمان رو به زبان موسیقی بیان کنیم، در سازهای ما به هیچ عنوان در تاریخ موسیقی ما نبود. لاجرم من اومدم که گفتم که شنونده ما و یا بیننده ما در کنسرت ما باید او رو دعوت کنیم به اندیشیدن. یعنی موسیقی که انسان رو، حالا این نظر من است، موسیقی که انسان رو به اندیشیدن به سلاوا نداره، به نظر من پایه های فکری اخلاقی اون جامعه به سستی میزنه. حالا در جای خودش من اگر نیاز باشه توضیح خواهم داد که چرا من پا رو و انگشت روی مسئله اخلاق در این زمینه گذاشتم. به خاطر اینکه همه این هنرها، همه این سازها، همه این مقوله‌های هنری، حالا بحث موسیقی هست، موسیقی باید بتواند زندگی رو برای انسان به مفهومی و به معنایی و به پیامی برسونه. اگر این موسیقی این رو به خودش حمل نکنه، یک سرگرمی است، شادها، گاه خطرناک، گاه خیلی مشمعز کننده و گاه خیلی سرگرم کننده است و این چیزی به انسان نمی افزاید. این دغدغه مندی من بود در موسیقی ایران که اثری که ساخته میشه، و به همین منظورم بود که من انگوش گذاشتم روی تاریخ کهن ایران که برای به اصطلاح جاجایی که از ما به یادگار مونده، برای ما از تاریخ ما، من برای اونها به زبان موسیقی اثری بسازم، کاری رو انجام بدم که این موسیقی وقتی شما در این 20 دقیقه، در این 10 دقیقه، در این نیم ساعت گوش میکنید، بیشتر شما رو در سکوت فرو ببره و این سکوت باعث بشه شما با خودت بیاندیشید. پس این سیری که من برای حضرت عالی تعریف کردم و برای عزیزانی که این برنامه رو مشاهده میکنن، این بود که بگم که موسیقی مهم نیست من پیانو میزنم، گیتار میزنم، ویولون میزنم، سنتور میزنم، مهم این است که ما به وسیله این سازها چه پیامی رو میخواییم که به صلاح، اگر یه پیام شادی بخشه، این پیام شادی در کجای زندگی ما حضور داره، اگه یک غمی است، این غم کجای زندگی ما هست، توأم با همدیگه، زیربنا و روبنای همدیگه هستن، این کجاست، این کجایی بود که این علامت پرسش رو برای من به وجود آورد و من موسیقی رو از این دید نگاه کردم. به همین دلیل من در هیچ کدوم از آثارم، از به اصطلاح خیلی، حالا شاید اون اوایل بوده است در کار من، ولی دیگه بیش از 2 دهه است که من موسیقی ردیفی رو وارد ساختارهای موسیقی نکردم و اعتقادی هم البته به این قضیه نداشته و ندارم. بسیار عالی جناب فنیان. پس اینجوری میشه از صحبت شما برداشت کرد که شما یه نگرش و یه جوری یه انقلاب متفاوتی رو تو موسیقی ایرانی ما ایجاد کرد که فکر میکنم شروع این حرکت با سختی‌های زیادی مواجه بوده برای شما. قاعدتا بالاخره شاید جامعه موسیقی بر نمیتابید که مثلا چرا ما باید از اون ساختارهای حالا تکراری که در طی تاریخ با ما آمده چرا باید دور بشیم، چرا باید نوآوری بکنیم به این شکل که مفهومی شما کار کردیم. احتمال میدم اون ابتدای کار با یه سری از مشکلات و ممانعت و حالا شاید جامعه، نمیدونم، میشه یه ذره از اون حمایت هایی که جامعه موسیقی یا عدم حمایت هایی که بعد از اینکه متوجه شد این نگرش شما به این سمت و سو داره میره، چه عکس العملی از جامعه موسیقی از همکاران شما دیدید؟ ببینید خیلی پرسش جالبی است و در زمانی شما میپرسید من یاد خاطراتی در این زمینه انداخت. ببینید من هیچ گونه ستیزه‌ای با موسیقی رایج ایران نداشته و ندارم و به نظر من تفکرهای گوناگون باعث زیبایی هنر موسیقی میشه. نگر من حتی با موسیقی روحوزی هم موافق هستم، من حتی با موسیقی به اصطلاح امروزی اینها که اسم لهو و لب روش گذاشتن با اون هم موافق هستم. من میگم که هر آن چیزی که امروز در دنیا به وجود اومده نیاز بشر بوده. چرا؟ چون اگر این نیاز بشر نبود که به وجود نمی اومد. پس لاجرم من با این سخنی که خدمت حضرت عالی گفتم، موضع خودم رو مشخص کردم که من مخالف نوعی از موسیقی ها نیستم. یعنی هر موسیقی که حالا میخواد باشه حتما شنونده خودش رو داره، بیننده خودش رو داره،
و لزوما این نیست که من بگم همه نوع موسیقی ها باید ممنوع بشه و این موسیقی که من میگم نه. پس این مقدار رو من بگم. اما من با چالش های بسیار زیادی مواجه بودم و هستم هنوز هم، به گونه ای که به صلاح یکی از کسانی بودم که بیشترین موسیقی بی کلام مفهومی رو در باب موسیقی ایران داره. یعنی اگر شما موسیقی هایی رو از عزیزان بشنوید در تاریخ موسیقی ما، میبینید که این موسیقی ها بیشتر در قالب همون ردیف ها هست، تک نوازی هست و یا مثلا چند نوازی هست، دو نوازی هست که پاس میدن به هم دیگه این گوشه ها رو، و حالا خیلی هم گاهی هم زیباست و آثاری که خود من هم شاید از هنرمندان عزیز بشنوم و لذت هم ببرم، کمان که اینطور بوده و هست. اما مشکل من از جایی شروع شد که من میگفتم که موسیقی باید پیامی رو با خودش حمل کنه و این پیام، این آغازی بود که من چیدمان مثلا وقتی که اون اثر یاد رو برای تخت جمشید من نوشتم و خیلی هم مصر بودم که به اصطلاح چون داشتیم مثلا هنرمند نازنین و نامی و دارای اون آثار بسیار زیبا و گرانسنگ به اصطلاح امین الله حسین که اون سویت معروف شهرزاد و پرسپولیس رو نوشتن که در اعجاز است، در منزلت بسیار بالایی است، بله ساختن با سازهایی هم بوده که، ولی من خیلی اصرار داشتم که به وسیله همین سازهایی که برای ما باقی مونده از دل تاریخ ما بیاییم که این به اصطلاح سخن رو، این پیام رو با همین سازها داشته باشیم. این بود که این آغازی بود برای به اصطلاح چالش های من با عزیزان موسیقی که در حوزه موسیقی بودن، مثل استادان موسیقی، مثل نوازنده های برجسته ای که اغلب زیر بار نمی رفتن، می فهمن که حالا ما چیکار کنیم، این فرهنگ در بین مردم نیست. و واقعا هم درست گفتن، نبود. یعنی من اولین باری که موسیقی که برای قلعه بابک نوشته بودم، حالا بعد از اینکه خب خیلی من مشکل داشتم با این موسیقی که خب یک موسیقی بود که نزدیک یک ساعت من موسیقی برای قلعه بابک نوشته بودم، وقتی من خواستم مجوز بگیرم، یکی از اون خاطراتی که شما پرسش کردید درست. در پرسش شما اندکی من رو یاد این خاطر انداخت، این بود، بد نیست بشنوید. وقتی که من اون تهیه کننده به اصطلاح این کنسرت که اسم مجموعه رو گذاشته بودم در ایوان سکوت، چون قلعه بابک یکی از مکانهایی است که اولین در جای بسیار واقعا اعجاب انگیزی ساخته شده و تاریخش هم پیش از اسلام هست و به اصطلاح بابک به نام معروف از قلعه بابک، خب یه تاریخی با خودش حمل میکنه. حالا من نمیخوام وارد اون مسئله بشم، اما وقتی که من اونجا رو در چند نوبت دیدم، خیلی بر اون شدم که با موسیقی بتونم که یه آثار رو بنویسم که این به رخ مردم کشیده بشه و در نزد مردم بیاد بدون اینکه از کلام استفاده کنم. خب این خیلی کار دشواری بود برای موسیقی ایران که تا حالا کسی این کار نکرده بود. من یادم میاد وقتی که بعد اسم مجموعه رو گذاشتم در ایوان سکوت، یعنی البته در ایوان سکوت بعدا نام عنوانی شد که من برای زیگورات که در به اصطلاح شوش هست در خوزستان، همون چوغازنبیل، هم برای زیگورات هم برای تخت سلیمان که اونم تاریخ خیلی پیچیده ای داره، در یکیش در آذربایجان غربی و در آذربایجان شرقی است که هم قلعه بابک هم تخت سلیمان، من برای این سه مجموعه که موسیقی نوشتم نام مجموعه رو گذاشتم در ایوان سکوت و خود با این نام به اصطلاح به ما اجازه کار نمیدادن. چرا؟ چون مصادف شده بود با به اصطلاح اون شورش های 88 که من سال 89 میخواستم که این کنسرت رو روی صحنه ببرم. خب اول اینکه ما هر جا میرفتیم گفتن خواننده کیه، گفتم این کار موسیقی بی کلام، اصلا خواننده نداریم این ارکستر. گفت که ما یادم میاد که این تهیه کننده نازنین به ما گفت که آقا این اماکن بود یا نمیدونم یه جایی که همین مجوزا رو بعد برای سالون چیز میکرد، میگفت شما رو گفتن که ما نمیفهمیم اینجا جریان چیه، این تقریبا ارکستر 17 18 نفره ای که میخواد ساز بزنه، اینا خواننده شون کیه، این جریانشون چیه، اینا خیلی مشکوکه. بعد این در ایوان سکوت منظور اینها از این اسم چیه، و حتی ما با عنوانش هم مشکل داشتیم. و وقتی من خودم رفتم، قاعدتا نمیرم دنبال این کارا، ولی خب اون بار من برای این که کار انجام بشه رفتم
و به اصطلاح مراجعه کردم به اون مسئول محترم، گفتم که آیا موسیقی بی کلام هست؟ یعنی ما کلام نداریم. گفت به من گفت که میدونم موسیقی بی کلام هست، خواننده‌تون کیه؟ کی میخونه؟ گفتم آقای محترم این همین وقتی میگم بی کلام یعنی که، گفت یعنی خواننده فقط میاد اونجا میشینه. گفتم اصلا خواننده نداریم. گفت مگه میشه شما خواننده نشوشید؟ این همه نوازنده رو سن میخوان چیکار کنم؟ گفتم آقا این موسیقی. گفت حالا چرا ایوان سکوت؟ گفتم اسم مجموعه در این، چون برای بناهای تاریخی ایران هست و اینها، تخت جمشید و نمیدونم شاه زنبیل و فلان، یه مجموعه از موسیقی بی کلام من بود در اون کنسرت. بعد گفت که خب نمیفهمم موسیقی بی کلام. گفتم آقا من اومدم قضیه رو درستش کنم. خب تا اینجای کارم من تقریبا پشیمون شده بودم از اجرای کنسرت، اما اومدم گفتم که ببینید دوست عزیز، شما مثلا این پلنگ صورتی رو کارتونش رو دیدید که مثلا کارتون کلام نداره، فقط بازی است، ولی موسیقی خیلی نقش داره، یا تام و جری. بعد دیدم به من گفت که آقا شما با مثلا این همه آدم و این پیشینه موسیقی و اینا خجالت نمیشه، میخواید برید برای مردم پلنگ صورتی اجرا کنید؟ من اینقدر دیگه حالم بد شد، اینقدر حالم بد شد که از اونجا اومدم بیرون. گفتم من از خیر اجرای کنسرت گذشتم. حالا بگذاریم که دو شب به ما بیشتر مجوز ندادن، که همون شب اولم ریختن تو سالن و گفتن چون مردم اومدن تو سالن امشب و فقط میتونید اجرا کنید، شب دوم میگه نمیشه اجرا کرد و ما یک شب اجرا کردیم. خب این چالش ها از این نظر که شما بگیرید حالا مجوزش فلان اینا بود، اما واقعا مجوزها چالش اصلی من نبود، چون به هر حال با دوستانی که در حوزه موسیقی بودن، چه در شوراها چه در شورای نظارتی که موسیقی نبود، زیاد مشکل نبود، مجوز داده میشد. اما مشکل من با خیلی از هنرمندا بود که اینها بیشتر میگفتن که آقا شما این همه زحمت کشیدید، یه کلامی، یه شعر، یه خواننده معروف هم بیارید که اینا دیده بشه. من دیدم که تفکر این هنرمند تفکر موسیقایی نیست، تفکری است که بیشتر بوی تکرار میده، یا اگر بخوام بیزینسی بهش نگاه کنم بوی دلالی میده، یا بوی به هر حال خوبی نمیده. این یه چالش من بود با هنرمندا. یه چالش دیگه ای بود که بین استادانی که به هر حال به نام هستن و سالها مرتبط بودن با موسیقی دستگاهی ما، اینا اصلا به هیچ عنوان براشون قابل قبول نبود. میگفت یعنی چی شما مثلا 20 دقیقه موسیقی دارید میزنید؟ خب اینا همش یعنی چی؟ حیف نیست که شما این همه موسیقی رو همینجوری بدون کلام دارید عبور میدید؟ و خب حالا چی از حالا چی؟ ببینید این دردی کشنده ای بود که حالا امیدوارم در یک فرصت هایی در آینده من بتونم اینا رو باز کنم. اما یه مشکل دیگه ای که ما داشتیم خود مردم. ببین ما مردمی داشتیم که از دوران صفویه به این ور تربیت شده بودن با به اصطلاح مداحی و موسیقی، اسم موسیقی نمیشه گذاشت، عزاداری و اینها بود، تعزیه و اینها، و یه اعتقادات مذهبی که خودش دامنگیر زد، دامن میزد به ماندگی این آدم ها در یک نقطه ای که دائم در حال تکرار خودشون باشن حتی در زندگی روزمره. خب این ما از اونجا پرت شدیم از دوران صفوی به دوران ننگین قاجار، یعنی دوره قجری. خب در دوره قاجار ما بدترین برخوردها رو با موسیقی داشتیم، و اصلا موسیقی در بین مردم نبوده، موسیقی در بین همین حکمایی بود که یا شاهانی بود که به هر حال برای عیش نوشی خودشون از موسیقی به عنوان پوشال استفاده میکردن نه به عنوان محتوا. و ما بعد از حالا از قاجار عبور کنیم، خب این مردم همه شی دارن تربیت میشن دیگه، این گونه دارن تربیت میشن، و موسیقی در بین این مردم حالت قبیح داشت، یعنی یه حالت خیلی نه تنها حرام بلکه با دیدگاه بسیار بدی، یعنی اگه کسی ساز دستش بود خیلی حالت واقعا ناراحت کننده ای بود و جامعه نمیتونست بپذیره، و حتی القابی رو به این به اصطلاح نوازندگان نا اطلاق میدادن. تو ما میخوریم به دوره پهلوی. در دوره پهلوی که ساختارهای سنتی ما، زیر ساختهای ما، نمیدونم مسائل فرهنگی ما همینجور ساخته میشه، میاد تا دوره پسر او محمد رضا شاه، که وقتی که ما اونجا داریم یه مقداری در وزارت فرهنگ و هنر میان به موسیقی و به تاریخ و به فرهنگ ایرانی هم میپردازن.
که به هر حال هم نقدهایی هست هم به هر حال حسنهایی هست، هر دوتاشو در جای خودش باید بهش پر. ولی مردم ما وقتی که به یک دموکراسی به قول معروف، نمیخوام بگم دموکراسی رایج در دنیا، یه دموکراسی که تقریبا گریبانگیر بود در بین مردم، فرهنگ عام رو دارم عرض کنم خدمتتون، ما مردم ما هیچ کدومشون یعنی فرهنگ زیر ساخت فرهنگی ما نداشتیم. ما شاید زیر ساخت های نظامیمون در دوره پهلوی ساخته شد، زیر ساخت های صنعتیمون ساخته شد، اقتصادیمون ساخته شد، اما زیر ساخت هایی که بتونه مردم رو از چالش های فکری و از اون ماندگی های سنتی، چون ما یه جامعه بودیم سنتی مذهبی که پرت شده بودیم در یک جایی که حالا ما داشتیم صاحب کارخونه می شدیم، صاحب جاده می شدیم، صاحب قطار می شدیم، صاحب هواپیما می شدیم، صاحب همینا می شدیم، اما صاحب آپارتمان می شدیم، صاحب اتومبیل می شدیم، بدون این که ما فرهنگ استفاده از اینها رو بتونیم یاد بگیریم. خب این مواجه شدن این بود که موسیقی هایی که در جامعه رواج پیدا کرد پیشی گرفت از موسیقی هایی که بوی فکر می داد، بوی علم میداد، بوی دانایی میداد، بوی توانایی میداد. خب این رسیدیم به انقلاب. وقتی که ما رسیدیم به انقلاب، خب این مردم همون مردم بودن دیگه. یک دهه ما تقریبا میشه گفت که در جای خودش فرصت بود من صحبت میکنم در باب یک دهه. یک دهه بود که موسیقی ما داشت عجین میشد با ادبیاتی که این ادبیات حرفی از به اصطلاح زندگی رو به میان مردم داشت میکشید. درست. یعنی یک ادبیات غنی که مثلا چالش های نقدی مثل بحث مثلا اخلاقی و یا پلورالیسم اخلاقی که از حافظ به نظر من شروع میشه میاد این وقت، این نقدها مثلا حافظ در درون مردم داشت رخنه میکرد توسط هنرمندان نامی که به هر حال از این اشعار، یا سعدی، یا عاشقانه های سعدی، یا عشقی که در درون مثلا مولوی ما رو با یک ترفند دیگه ای از به اصطلاح زندگی و مفهوم زندگی آشنا میکرد، و یا مثلا چالش هایی که پیش پای ما گذاشت خیام. این داشت تو اون دهه داشت رشد میکرد و این رشدش رشد چشمگیر و قابل توجهی بود، تا اینکه به یه عبارتی، حالا در جای خودش گفتم باید بپردازم به این موضوعات که چه شد، این موسیقی رفته رفته، خب این موسیقی که همیشه کلام داشته، همیشه این مصیبت ها رو داشته، این تاریخ اسفبار رو داشته، حالا من میخوام بیام که تازه کلام رو هم ازش بگیرم، اینو ببرم در درون مردم و به مردم رو دعوت کنم بیان که مثلا یه رمان رو از زبان سازهای موسیقی بشنوند. من چند بار اون کار خالی از شب خالی از تو رو که در مثلا مجموعه آزادی من انجام دادم، مردم گیج شده بودن، نمیدونستن که آیا کنسرت کی شروع شد که و کی تمام شد، اگرچه بازتابای خوبی هم ما داشتیم برای اون برنامه، ولی عموما این چالش ها رو، پس من چالش هام در سه دسته بود. یک، چالش هایی که ما با به اصطلاح بخش مجوز داشتیم، چالش هایی که با هنرمندان داشتیم یعنی استادان به نام، چالش هایی که با خود هنرمندان اجرایی داشتیم، و چالش هسته ما با مردم. من چهار تا چالش رو داشتم پیش روم و هنوزم دارم. خب تیراژ امروز، تیراژ موسیقی بی کلام در جامعه ما واقعا منوط به همین آدم هایی است که موسیقی کار میکنن، اونم نه به طور 100%، به طور مثلا 10%، 15%. پس این خیلی اسفبار هست و امیدوارم که این برنامه های حضرت عالی و یا دوستان دیگه بتونه کمک کنه به این فرهنگ که ما بتونیم موسیقی رو از باب فکریش هم در بین مردم جا بندازیم. دقیقاً، حتما، چرا که نه استاد عزیز. ما یه سری برنامه های میزه گرد خواهیم داشت در زمینه موسیقی، حالا در دستبندی های خودش مخصوصا برای موسیقی ایرانی 100% از حضور شما استفاده خواهیم کرد به صورت موشکافانه به مسائل، چون دقیقا به نکات تاریخ ما نور میتابید، میتونه خیلی کمک بکنه به سطح ارتقای موسیقی ما. جناب پرنیان، برای اینکه این مشکلات رو ما نداشته باشیم، یعنی بخوایم بستر سازی بکنیم در جامعه، از دیدگاه شما اگر بخوایم اون نکته فنی بودن رو که شما فرمودید که این نکات فنی میاد در واقع یه سایه‌ای میندازه برای موسیقیدانی که داره آهنگ میسازه که از کلام دور میشه، جان مطلب رو نمیگیره، اون نکته‌ای که شما
روش در واقع تاکید داشتید، فکر میکنید برای قسمت آموزش برای جوانان از سنین پایین ما چه بستر بستری رو باید فراهم بکنیم برای اینکه بتونیم این مسئله رو کم کم به مرور زمان بتونیم یه جوری توی قسمت آموزشمون بتونیم اینو دخیل بکنیم که دیگه این مشکلات الان برای اجرا برای اون قسمت رو که میفهمید مردم غریب هستن با موسیقی بدون کلامی که داره یه تفکر رو میاره و اون قسمتی که فرمودید آهنگسازها جدا میشن از اون جان مطلب، جان کلام، به خاطر اینکه درگیر نکات تکنیکی و فنی میشن. نظرتون رو میخوام بدونم چه راهکاری میتونیم داشته باشیم تو قسمت آموزش برای سنین پایین به نظرتون؟ بله، ببینید سوال واقعا اساسی است، خیلی اساسی است، خیلی جان داره این پرسش. جان این پرسش اینجاست که ما اگه بخوایم این نگاه رو جدی ببریم در درون و فرهنگ سازی کنیم و زیر ساخت ها رو درست کنیم، آموزش پرورش، شما باید نگاه کنید ببینید که آموزش پرورش امروز ما در ایران نقش هنر در این دستگاه کجاست. ما خانه‌ها به بطلان خواهید رسید، به هیچ. ببینید باید آموزش از سطوح پایین باشه و این فکری که من دارم میگم خدمتون، زیر ساختهای فکری این از همون سنین کودکی باید باشه که این بچه ها با موسیقی، با مفهوم موسیقی و موسیقی اونجا موسیقی سرگرمی نباشه، بلکه موسیقی به عنوان یک جانمایه و یک نیاز مبرم زندگی بهش توجه بشه. خب این نیست، ما ضربه اصلی رو از اینجا میخوریم که الان نزدیک 40 سال، بیش از 40 سال هست که ما نه تنها اینکه در مدارس موسیقی نداریم، بلکه اینکه اصلا به هیچ عنوان اجازه نداریم در مدارس اسم این قضیه رو بیاریم. خب این یک مطلب هست که خب مطلب خیلی غامضی است. میماند یک وظیفه هنرمندانی که در جامعه دارن آموزش میدن. بله، الان ما آموزشگاه‌های موسیقی داریم. خب این آموزشگاه‌های موسیقی چالش‌های خیلی فراوان و زیادی دارن. اینقدر مشکلات اقتصادی هست در جامعه که هنرمند دیگه نمیتونه به زیر ساخت فکر کنه، فقط میتونه به تأمین زندگیش فکر کنه که بتونه خودش رو، یعنی رخت خودش رو از این ورطه برگیره و بتونه چند سباهی زندگی کنه. من میخوام اینجا اشاره کنم به یک موضوع مهم. ببینید مرگ بی انگیزگی بدترین نوع مرگی است که به جان یک جامعه بیفته. یعنی وقتی هنرمند به نظر من زمانی میمیره که در او بی انگیزگی نشانده شود یا در او بی انگیزگی به وجود بیاد، این بی انگیزگی مرگ اون هنرمنده. و من بی تعارف شما بگم مرگ هر سرزمین زمانی فرا میرسه که شما مرگ کسانی که تولید خیال و تولید فکر میکنن رو رقم بزنید. یعنی جامعه ای که در درون خودش دریچه های اکسیژن رو، دریچه های تنفس رو یکی به یکی میبند و اونها رو بیانگیزه میکنه، مرگ اون سرزمین اونجا رقم میخواد. دیگه مهم نیست که شما مدرکتون در این جامعه چیه، یعنی چه مدرکی دارین، دکترا دارین، نمیدونم فلان دارین، اصلا دیگه مهم نیست. مهم اینه که زندگی در این جامعه وجود نداره. امروز ما در جامعه همون غم بی انگیزگی داریم، کاملا این غم بی انگیزگی باعث میشه که چیزی که قربانی میشود فکر باشه. وقتی شما فکرت قربانی شد دیگه مهم نیست که دست به چه کاری میزنی، هر محتوایی باشه این فاقد فکره. پس میشه ما به یه نتیجه دیگه، یعنی به یک محصول دیگری هم برسیم. محصولی که از نتیجه کشتن فکر میاد نتیجه ایست که ما فقط میتوانیم زندگی کنیم که زنده بمانیم، نفس بکشیم که زنده بمانیم. هنرمند ما امروز در جامعه همون داره زندگی میکنه که زنده بمونه، یعنی داره پس هزینه هایی که چون زیر ساختای فرهنگی نیاز واقعا به هزینه کردن داره، این هزینه رو کی باید پرداخت کنه؟ ما هنرمندا، یعنی بنده به عنوان مثلا یک کسی که در حوزه فرهنگ کار کردم، در حوزه هنر کار کردم، واقعا شاید بگم 90% از داراییم رو خرج این فرهنگ کردم، 10% خرج زندگیم شد اگر بخوام واقع بینانه به موضوع نگاه کنم.
اما در آن سو همه هنرمندان این کارو نمی کنن و دوست دارن ویلا داشته باشن، دوست دارن که تفریحاتی داشته باشن، دوست دارن که نمیدونم امکاناتی در زندگی داشته باشن. همه دغدغه تخت جمشید ندارن، همه دغدغه فرهنگ ندارن، همه دغدغه فکر ندارن، همه دغدغه نمیدونم ادبیات فاخر ندارن، همه دغدغه میگه من 4 سبا میخوام زندگی کنم، اصلا برام مهم نیست کجا ساز میزنم، من مهم اینه که من بتونم خوب پول در بیارم، خوب زندگی کنم، ماشین خوب تواشم. خب ما نمیتونیم که کسی رو محکوم کنیم به اینکه شما نباید ماشین خوب داشته باشید، نباید امکانات خوب داشته باشید. ما باید بستر رو، یعنی مؤسسات، دانشگاه ها، نمیدونم اینها، باید بستر یا دولت یا سازمان هایی، حالا یا خصوصی یا بر حال سازمان های دولتی، باید اینها بستر رو آماده کنند که هنرمند بتواند در این بستر نفس بکشه و تولید فکر کنه. این تولید فکر امروز در جامعه ما نیست، یعنی ما چیزی به نام تولیدات فکری امروز نداریم. این دستپایی هم که امثال ماها داریم میزنیم، اینها چند سبابی شد طول نمیشه خاموش خواهد شد. حالا در تعریف بعد از ما کسی پیدا بشه به یا این حرکت شده، اون یه چیزیست که باید به با آینده سپرد، نمیشه در باره اون قضاوت کرد، نمیشه به صلاح جولان سخن داد. بسیار عالی، بله این مبحث درازیست، انشالله در میزه گرتا باید به صورت کاملا موشکافانه به این نکات بررسی بشه، انشالله که بتونیم در خدمت باشیم. جناب فرنیان، حالا این مباحث رو صحبت کردیم، یه ذره در مورد آثار فاخری که شما برای فرهنگ و بناهای تاریخی ما داشتید، یه تعدادش رو الان خودتون فرمودید، ولی دوست دارن بینندگان بدونن که دقیقاً چه مکانهای تاریخی رو شما در رزومه کاریتون دارید، چون این یه حرکت کاملا ارزنده، متفاوت و قابل احترامه به جد. بنابراین خیلی دوست داریم که در این برنامه شما تک تک بناهای تاریخی ایران رو که براشون موسیقی مفهومی ساختید، من اینجوری بیان میکنم، موسیقی که داره اون بنا رو داره با بیان موسیقی داره حس و حال اون بنا رو، اون قدمت و اون تاریخ رو داره بیان میکنه، که خب از یه غنای خاصی هم باید برخوردار باشه، اگر لیست فهرستوار برای ما بگی ممنونتون میشم. خواهش میکنم. ببین کارهایی که من کردم، خب مجموعه به اصطلاح خشت های اصالت هست که برای تخت جمشید هست، من انجام دادم. برای زیگورات در چوغازنبیل هست که برای اون مجموعه من موسیقی نوشتم، این موسیقی است که کاملا ضبط شده، تولید شده. موسیقی تخت سلیمان هست که اینا همه در اصطلاح چند ترک به اصطلاح ضبط شده و مفهوم اونجا رو، و به خیلی جالبه من وقتی که به ابعاد و این کار در ایوان سکوت که من عرض کردم خدمتتون، کاملا تصویر و موسیقی هست. خشت های اصالت فقط ما تونستیم موسیقی صوتیش رو ضبط کنیم، ولی این کار تصویره، یعنی از بنا، یعنی از کامل، از بالا، از بغل، از پایین، از آجر نوشته ها، خشتایی که نوشته شده است به اصطلاح بر روی اون، که میدونین میشه 3000 سال قدمت تاریخی داره زیگورات در چوغازنبیل در شوش، و یا تخت سلیمان هست که از ابعاد مختلف ما اونجا رو مورد بررسی قرار دادیم و تصویر و موسیقیش نمی‌شده، و واقعا اون قلعه بابک موسیقی که در 4 و 5 ترک آماده شده و به اصطلاح رازهای گم شده، یا مثلا گامهای گم شده ای که به اصطلاح از نظر موسیقایی من اونجا به کار گرفتم، سازهایی که به کار گرفتم. پس برای این 4 مجموعه تاریخی من موسیقی نوشتم، و از نظر رمان من یک رمانی رو نوشتم سالها پیش که تنهایی یک آدمی و استرابهای یک انسان، که دائم یک آدم خودش رو در تنهاییش داره مرور میکنه، عاشقانه هاش رو، باورهاش رو، زندگیش رو، اما ناخودآگاه یک استرابی همواره او رو آزار میده و گریبان اون رو میگیره، و این استراب تا پایان زندگی همراه این آدم هست. اینو من به زبان موسیقی برای احساس سنتور نوشتم به نام خالی از شب، خالی از تو. این یکی از آثار بی کلام بوده، خیلی مورد توجه واقعا قشر جوان جامعه هم واقع شده، و یه کار خاص هست، یعنی انتظار ندارم که عموم مردم بیان این کار رو گوش کنن، فقط این آثار من به درد کسایی میخوره که واقعا
اهل مطالعه هستند، اهل بینش هستند، اهل تفکر هستند، اهل فلسفه هستند و حتی به اصطلاح دغدغه‌مندی زندگی دارند. اثری رو من نوشتم به نام بانوی خیال که برای بانوان سرزمین ایران هست، که این در بانوی خیال من پرداختم که یک زن رو که چقدر میتونه این زن فکر کنه، تخیل داشته باشه و این خیالهاش در زندگی واقعی خودش هیچ کدوم حضور نداره. یعنی او در تمام زندگیش به دنبال گمشده های خیالش هست که تطبیق بده با اون خیالش که در پایان به اصطلاح فقط با یه رقص میتونه تمام کنه. یعنی در یک رقصی که فقط میتونه به تعالی خودش با رقص برسه. اون بانوی خیال هست. خب در سوی سپید هست که من مجموعه ای برای پاسداشت استادم فرامرز پایور نوشتم که واگویه های ساز سنتور رو در اونجا به اصطلاح انجام دادم و موسیقی های بی کلام، حالا این چیزایی که در ذهنم بود. آها، بامداد سپید هست. آلبوم بامداد سپید هست که من موسیقی برای صبح نوشتم و این که به اصطلاح صبح که آدم برمیخیزه همیشه دغدغه‌ام این بود که صبح چه موسیقی رو من گوش کنم که بتونه این موسیقی به من انرژی خوب بده و من رو آماده کنه برای زیستن در اون روز. این بود که خب چند سفری هم که من هند داشتم، اونجا من میدیدم که این موسیقی چقدر راحت میتونه با مردم در شبانه روز ارتباط برقرار کنه. لاجرم بر این شدم که در موسیقی ایران حتما من یک موسیقی رو بسازم. حتی گامی که اونجا استفاده کردم گام معمولی نیست که در مقام راست ما هست، یعنی راست پنجگاه ما هست یا ماهور هست یا به اصطلاح ماژور هست. این گام رو دگرگون کردم، این یک کوک غیر معمول روی سنتور هست در اون اثر. بامداد سپید هست که برای موسیقی صبح نوشتم. حالا حضور ذهن امیدوارم داشته باشم که آثار بی کلام دیگه ای رو هم من اگه در ذهنم بیاد برای شما با، ولی اینها که الان در ذهنم بود رو برای شما گفتم. من بیش از واقعا 13-14 اثر برای موسیقی بی کلام موسیقی ایران نوشتم. بسیار عالی جناب پرنیان. جالب هست که این سوال ازتون بپرسیم که اگر قرار بود که شما ساز سنتور رو انتخاب نمی کردید، از ابتدا که انتخاب کردید چه ساز دیگه ای رو شما انتخاب می کردید؟ من ابتدا موسیقی رو با پیانو آغاز کردم. یعنی سالهای اول رو من پیانو همجور می زدم، حالا نه به حرفه مثلا خیلی، ولی در حدی که بتونم سازم. اما واقعا وقتی صدای سنتور رو شنیدم احساس می کردم که اول اینکه من خیلی علاقمند به تار بودم. تار استاد شهناز رو که من شنیدم، با تار استاد شهناز عاشق موسیقی ایران شدم و هنوزم برام اون زیبایی و حلاوت و اون خورشیدی که در پنجه های ایشون هست هنوزم برام زیباست. و حالا بعد از اینکه با سنتور آشنا شدم دیدم که احساسم رو با این سازها میتونم خیلی بیشتر بیان کنم. ولی امروز یه نظر دیگه ای دارم و من همه سازها رو دوست دارم، همه سازها. اصلا سازی نیست که من بشنم، من فقط با تنها سازهایی که ارتباط نمیتونم بگیرم سازهای الکترونیک. آره نمیتونم ارتباط بگیرم، این ارتباط حسی نمیتونم بگیرم. حالا شاید این موسیقی در یک پاره موسیقی مثلا فیلم باشه، اینها اونجا قابل شنیدن باشه، ولی موسیقی که بتونم گوش کنم در خلوت خودم به هیچ عنوان موسیقی الکترونیک گوش نمیکنم. ولی امروز یه نظر دیگه ای دارم. نظرم این است که اصلا مهم نیست ما چه سازی میزنیم، مهم این است که ما چه حرفی برای گفتن داریم. شما اگه حرفی برای گفتن داشته باشید، سازت هر چیزی باشه مهم نیست. من فکر می‌کنم حافظ اگه به جای اینکه شعر بگه مجسمه میساخت، امروز مجسمه‌هاش همون مقدار حرف برای گفتن داشت که غزلیاتش داره. بسیار عالی. جناب پریان، اگر موسیقی ایرانی رو شما بخواید در یک کلمه برای ما خلاصه کنید چی میتونه باشه؟ یعنی یک کلمه یا یه جمله؟ کلمه یا یه جمله، یه عبارت. آه، یه جمله، یه عبارت. ببین موسیقی ایران یکی از رازآلودترین موسیقی های جهان هست، بیشک، به خاطر اینکه متر آزاد این موسیقی اینقدر افزون است که شما ساعت ها میتونید با متر آزاد او و بدون اینکه نیاز به ریتم داشته باشید واگویه های به اصطلاح فکری، عقلی، احساسی خودت رو بیان کن.
بسیار عالی جناب پرنیان، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما که در واقع از صحبت و مصاحبت با شما سیر نمیشیم، ولی متاسفانه وقت برنامهمون کم هستش. این نوید رو به بینندگان عزیز میدیم که انشالله در خدمت استاد پرنیان برای میزگردهای تخصصی موسیقی ایرانی خواهیم بود. خیلی ممنون دوستان عزیز، بینندگان محترم، علی پدرام هستم از پرژین میوزیک اوارد از تورنتو کانادا به همراه میهمان عزیز و دوست داشتنیم استاد حسین پرنیان عزیز، نوازنده و آهنگساز از تهران. ساز زندگیتون کوک، حال دلتون خوب، بدرود. خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که همیشه برقرار باشید و به نوبه خودم سپاسمند هستم از شما به خاطر اینکه در اون سرزمین دور به یاد فرهنگ خودتون و غنای موسیقی خودتون و کمک میکنید به شناخت این نوع موسیقی و موسیقی جدی در بین مردم. سپاسمند هستم. جناب پرنیان مجددا بابت حضورتون، به امید دیدارتون در برنامه‌های بعدی. بدرود. سپاسگزارم. بدرود.